مطبوعات امروز ایران رو مرور میکنیم با همکارم محمد رهبر. آقای رهبر، اعتراضات سراسری در ایران همونطور که پیشتر هم اشاره شد بسیار گسترده هست. در این وضعیت آیا رسانه ها تونستن اشاره ای بکنن به اعتراضات سراسری؟ خب یه سونامی خیلی بزرگی برخواسته، اعتراضاتی که از خلیج فارس و دریای خزر رو در بر میگیره و همه شهرها، همه نقطه ها رو درگیری کرده. نمیشه در موردش حرف نزد و بعد سانسور هستش و نمیتوان کامل حرف زد در روزنامه ایران. من احساسم این هستش که روزی روزگاری به همین نزدیکی همین روزنامه ها به صراحت اصلا حرفای دیگری میزنن و باید صفحات انقلابی رو در اونها شاهد باشیم. روزنامه آسیا از همین امروز شاید یه جورایی شروع کرده. آسیا در صفحه اولش بدون اینکه هیچ عکسی چاپ بکنه، این روزنامه خیلی هاشون این همایش رسمی که درست کرده بودن در تهران و جاهای دیگر و اصلا پوشش ندادن، هم بالاهای کنار صفحه بدون عکس رفتن. یک پیام صوتی هم همین الان دریافت کردیم از یکی از بینندگان که میگفت اصلا کسی هم شرکت نکرده بود، خیلی تعداد کمی بودن در این به حال روزنامه‌ای مثل جوان اینها روش پوشش داده بودن ولی اینها این کار رو انجام ندادن. یه یادداشتی رو نوشته و اون یادداشت اومده تیتر کرده و گفته خب بحران اصلی تو مملکت ایران حکومته، اینکه این حکومت هیچ ربطی به مردم ایران نداره، حکومت عقب مانده است، با جهان و زمان همگام نیست، پس باید عوض بشه و اگر عوض نشه عوضش میکنن. صراحتا نوشته این رو که به نوعی توده ها از مرگ نمیترسن و نمی ایستن هم و ادامه میدن این تنشی و این اعتراضی که دارند رو و در نهایت ما شاید مواجه بشیم به یک فروپاشی آخر زمانی. این حرفی است که روزنامه آسیا زده. روزنامه بعدی رو ببینیم، روزنامه اعتماد، که اون هم امروز به این مقوله اعتراضات پرداخته و اعتماد رو اگه ببینیم بعدی شرط بکنم، اون هم به این ماجرا پرداخته و اومده بررسی کرده که خب این اعتراضات جدیدی که شکل گرفته کیا هستن و به این نتیجه رسیده که طبقه خاصی نیست، همه هستن. یعنی نمیشود دیگر گفت کارگرانن، معلمانن یا اون قبلیاری که میگفتن فرودستانن، نه، الان تمامی اجتماع ایران در این اعتراضات هستند. و نکته ای که به اون پرداخته آقای محمد فاضلی، گفته این کاملا ضد خشونت هم هست اتفاقا. شعاری که دارن میدن زن، زندگی و آزادی، نشان دهنده این هستش که مردم ایران خسته شدن از این خشونت های 40 سال اخیر و میخواهند که به زندگی برگردن. اتفاقا به یک عنوان هم میشه گفت جنبشی که در گرفته جنبش امیدواران هست، یک رویای بزرگی در سر دارن، رویای پس از جمهوری اسلامی. این آرمانی نیست ها، یعنی به این معنی نیستش که یک آرمانی داشته باشن دنیا رو بخوان اصلاح بکنن از اون چیزایی که سال 57 بود، نه، یک واقع گرایی هم درش هست و این رویا خیلی به نظر من واقعی هست. یک زندگی نرمال میخوان، چیزی که تا به حال در این 43 ساله اخیر نبوده. به بعدی بپردازیم، روزنامه بعدی روزنامه جهان صنعت، که روزنامه جهان صنعت هم امروز به حکومت هشدار داده که شما در چندین و چند جبهه نمیتونید بجنگید، اون وضع خارجتونه، این وضع داخلتونه، این اوضاع اقتصادی هستش که هر لحظه در حال بدتر شدن هستش و باید سازش بکنید. حالا اسمشو میخواییم بذارید سازگاری، اسمشو هرچی میخواییم بذارید، ولی دیگه نمیشه اینجوری ادامه داد. همه هشدارها بر سر این هستش که فصل جدیدی هست، ورق خورده تاریخ و شما نمیتونید با این اوضاعی که دارید و این تکرار و مکرراتی که میگید رو ادامه بدید. روزنامه بعدی هم روزنامه جمهوری اسلامی است که با اینکه جمهوری اسلامی خب به حال دلی به همین جمهوری اسلامی دارد، اما در این سرمقالش نوشته که ما همه هشدارها رو داده بودیم، گفته بودیم که یک جرقه خواهد آمد و این انبار باروت رو آتش میزنه، امروز همون روز هست و اون موقع جدی نگرفتید و گفتید که ما دشمن هستیم، در جبهه دشمن داریم حرف میزنید. حالا اینم اون نتیجه یه که میبینید. حالا دست آخر روزنامه کیهان رو یک نظری بندازیم که در بر همون پاشنه میگرده، اومده همون تظاهرات چند صد نفره رو
در صفحات اولش آورده و این وسط من نمیدونم دیگه به اصلاح طلب‌ها چیکار داره، چون اصلا این قضیه ربطی به اونها نداره، کسانی دیگری هستن که چون یک جنبش بی سر هم سر گرفته شما نمیتونید سرش رو هم بزنید و بگید تمام شد. و به هر حال اومدن دوباره گرفتار اصلاح طلب‌ها هستن، دنبال کسی میگردن که بیگردن او بندازن، ولی این ماجرا ماجرایی که ملت ایران برپا کرده. متشکرم از توضیحاتتون محمد رهبر، اینجا در استودیو همراه ما بودید.